اولا باید دشمنش فاصله بگیره، باید از دشمنانش براءت بجویه، از روش ها و شیوه هایی که دشمنان جلو پا آدم میگذارن آدم باید فاصله بگیره، باید از اونهایی که فریب دشمن رو خوردن انسان فاصله بگیره، باید براءت بجویه. به هر حال انسان باید نشون بده آیا به این مملکت، به مردم این مملکت، به آرمان‌های مملکت وفاداره. این بحثی که بعضی من دیدم این گونه دنبال میکنن که اونهایی که فتنه‌گری کردن مثلا اگه عذرخواهی کنن میتونن برگردن، این گونه بحث درستی نیست. فتنه‌گری که با قصد براندازی انجام داده قصد برگشتی نیست، یعنی این رو حتما باید به عنوان یک جرم باهش برخورد بشه. ولی سلایق مختلف سیاسی و جریانات سیاسی خب طبیعتاً در چارچوب قانون حتما میتونن فعالیتاش رو انجام بدن و باید هم انجام بدن. حادثه‌ای که در 88 اتفاق افتاد و اون فتنه به وجود اومد، به نظر من باید آخرین حادثه از این نوع باشه. لازمی این کار این است که هم در بعد کالبد شکافی و مطالعه دقیق کارشناسان سیاسی کشور این کار انجام بدن. یه بخش از این برمیگرده به اعلام صریح و مواضع صریح جناهای سیاسی که از این حادثه در حقیقت تبری بجویند. در همون حرکت نوهده مردم میخواستن به همه بگن که باید قانونگرا باشن، و نکته دیگر این که مردم میخواستن در برابر دشمنان انقلاب بگن که ما به آرمان‌ها برای همیشه پایبندیم، ایستادگی می‌کنیم و همواره با انقلاب خواهیم بود. این داستان سران فتنه و ظلمی که به انقلاب کردند، من فکر کنم از حافظه این نسل و حتی نسل‌های آینده پاک نخواهد شد. کسانی که به فتنه‌گران کمک کردند، یاریشون کردند، اینا حتما باید جبران بکنند. هر کس به انقلاب اعتقاد داره، هر کس به امام و ادامه راه امام توسط رهبری اعتقاد داره، باید در برابر هر جریانی که در مقابل انقلاب ایستاده باشه موضع گیری بکنه و این یه امر طبیعیه. فتنه نظر داره، فتنه معلومه فتنه است. نسبت به این حادثه بسیار زیان بخش که ریشه در محرکین خارجی داره، دیدگاهشون چگونه است؟ اگر دیدگاه خودشون رو روشن نکنه، این برای مردم حتما جای سوال باقی میذاره که علت تردید چیست. متاسفانه این هدایت حرکت‌های تظاهرات گونه‌ای که در اون ایام صورت می‌گرفت از داخل و خارج از کشور منتقل شد به گونه‌ای که دست دشمن به آشکار به روشنی در و وضوح در حرکت‌های آشوبگونه خیابانی دیده می‌شد. خب طبیعتاً از اون تاریخ بعد این حضور و مشارکت توسط هر کس صورت گرفته باشه حضور خائنانه محسوب میشه و اصول ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران ایجاب میکنه تا در چارچوب قوانین و مقررات کشور در هر زمینه ما گام برداریم. فتنه یعنی مقدمه فراهم کردن دشمنان نظام و انقلاب. فتنه گر اصلی امریکا، اسرائیل و انگلیس. اینا در انتخابات 88 اومدن یه فتنه سازی کردن برای اینکه جشن انتخابات ریاست جمهوری رو تبدیل به تفرقه کنه، تبدیل به درگیری کنه. اگر که الان از فتنه نامزدها تبری نجوین، یعنی چراغ سبز نشون دادن دشمن. اونقدر ظلم آشکار بود، اونقدر وقیح بود، اونقدر در واقع پنجه در چشم مردم انداختن و رأی اونها بود که هیچ کس نمیتوانه در کنار یک چنین فتنه قرار بگیره، هیچ کس نمیتوانه عرصوت که به شکلی بی تفاوت از کنار چنین مسئله عبور بکنه.